بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان گرامی، ساعت 20:30 دقیقه و با چند خبر در خدمت شما عزیزان هستیم. ساماندهی هدفمند و مطلوب مهاجرین و اتباع خارجی مجاز، مدیر کل امور اجتماعی سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور گفت به همین منظور جامعه پزشکان و پیراپزشکان مهاجر می توانند به سامانه سازمان ملی مهاجرت مراجعه و اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک لازم کنند. این افراد می بایست به سامانه سازمان ملی مهاجرت سهم مراجعه کنند. در سامانه سهم زیر سامانه شناسایی پزشکان و پیراپزشکان راه اندازی شده. این افراد اونجا اطلاعاتشون رو بارگذاری کنند و سایر موضوعات از طریق همین سامانه پیگیری خواهد شد. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین از بازگشت بیش از 1500 تبعه غیر مجاز از این استان به موطنشان از ابتدای سال تا کنون خبر داد. آقای طریقی گفت اتباع خارجی که به صورت غیر مجاز در استان حضور دارند با در نظر گرفتن کرامت انسانی به کشورشان بازگردانده خواهند شد. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین تاکید کرد با توجه به حضور غیرقانونی اتباع خارجی، کارفرمایان و هموطنان از بکارگیری و همکاری با مهاجران غیرقانونی خودداری کنند. رئیس طالبان از همه مردم افغانستان خواست تا اختلافها را کنار بگذارند. ملا هبت الله آخوندزاده با تاکید بر اینکه نبود اتحاد بدترین بیماری است گفت نظام کنونی در افغانستان نظامی اسلامی و شرعی است و مردم از این نظام پشتیبانی کنند. رئیس طالبان همچنین گفت باید حقوق شرعی زنان و دختران داده شود و مقام های طالبان نیز به نصایح علما گوش دهند و آنها را عمل کنند. گمرکات مرزی استان سیستان و بلوچستان به علت تعطیلی چند روزه عید قربان تعطیل است. ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان گفت تجار و گمرکات اجرایی از فرستادن محموله های تجاری در این مدت خودداری کنند. آقای خاشی افزود تا پایان روز پنجشنبه 31 خرداد گمرکات سراوان، میرجاوه و میلک بسته خواهد بود و پذیرش کالا صورت نمی گیرد و گمرکات پیشین و ریمدان نیز تا یکشنبه هفته آینده سوم تیر تعطیل خواهند بود. هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند در 4 بخش فیلم مستند، مجموعه مستند، عکس مستند و مستندنگاری فراخوان داد. علاقه‌مندان می‌توانند تا 25 مرداد برای ارسال آثار و ثبت نام به پایگاه fest.tv.com مراجعه کنند. مستندسازان خارجی هم در این دوره می توانند آثار خود را با موضوع غزه به دبیرخانه بفرستند. هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند مهر و آبان برگزار می شود. افغانستان در مسیر خودکفایی. به گفته مسئولان وزارت صنعت و تجارت طالبان، افغانستان سیاست اقتصاد محور مبتنی بر تولید داخل را دنبال می کند. بر اساس آمارها، تولیدات کارخانه‌های داخلی در بخش تولید آب معدنی، نوشیدنی‌های غیر الکلی، صنایع پلاستیک و برخی اقلام ساختمانی به حدی رسیده است که افغانستان را از واردات این اجناس بی‌نیاز کرده است. همچنین به گفته مقام‌های وزارت صنعت و تجارت، در بخش تولید مواد خوراکی مانند شیرینیجات، آرد و تولید خوراکی‌های بسته‌بندی هم افغانستان به سرحد خودکفایی رسیده است. جوس و نوشابه‌های غیر الکلی به ترکیه صادر کردیم و این روند ادامه داره. ما بیسکیت و کاکائو و بعضی چیزهای دیگه که در داخل افغانستان تولید میشه، ایران صادرات داریم به کشورهای مختلف. در بخش ماشینری ما خوشبختانه تریشرهایی که در افغانستان ساخته میشه ما یا صادرات داریم و اقلام زیادی است که ما در داخل تولید داریم و مازاد است از استفاده خود هموطنان ما. ما این را به بیرون از افغانستان صادرات داریم. اما از آنجایی که افغانستان یک کشور وارداتی است، حجم واردات آن به مراتب بیشتر از صادرات آن است. صادراتی که افغانستان به بیرون از کشور داره، مشروبات غیر الکلی، مواد ساختمانی از قبیل سیخ گل، گادر، رنگارنگ و تیایرن، دیگه بخار، ذخیره های گاز و تیل و به این شکل مواد غذایی از قبیل آیس کریم، یعنی بستنی و همچنان بسکویت، اینا از جمله چیزایی هستند که بیرون از کشور صادر میشن. به این شکل مصنوعات پلاستیکی، میخ فولادی، وسایل زراعتی مثل تریشل،
پایپ پی وی سی، پاپوش، مصنوعات چرمی و به میشکل ظروف آلومینیومی. شماری از آگاهان میگویند افغانستان میتواند در آینده روی پای خود بیستد و حکومت باید سرمایه گذاران و شرکت های داخلی را بیشتر حمایت کند. در روسیه به شمول بندی. به شمول روسیه، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان و قرقیزستان، اینها همان مارکت هایی است که برای ما بسیار پرمنفعت است، چون ما به این بازارها به بسیار آسانی میتونیم صادرات داشته باشیم و اجناس را که آنها ندارد و از مملکت های دیگر با قیمت بالا وارد میکند، افغانستان میتواند این اجناس را به قیمت بسیار مناسب بانها بدهد و در مقابلش اجناس را که ما نداریم از این کشورها وارد کنیم. به گفته مسئولان طالبان، افغانستان قادر است از 100 قلم کالای مصرفی ضروری حدود 60 مورد آن را به دست تولید کنندگان داخلی تولید کند. سمیه حسینی، خبرگزاری صدا و سیما. در پی غرق شدن دو کشتی حامل مهاجران در سواحل جنوبی ایتالیا، دست کم 11 مهاجر کشته و 64 مهاجر نیز مفقود شدند. بنابر اعلام نهادهای وابسته به سازمان ملل، مهاجران از اتباع سوریه، مصر، پاکستان و بنگلادش هستند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجران، از 10 سال پیش تا کنون بیش از 23500 مهاجر در دریای مدیترانه کشته یا مفقود شدند. و آغاز یک زندگی مشترک در جوار شهدا. گلزار شهدای بهشت رضای مشهد میزبان زوج افغانستانی بود تا پیوندشان را با یاد شهدا متبرک کنند. آغاز پیوندی از عشق و محبت در جوار گلزار شهدای بهشت رضای مشهد. آیا به من وکالت می‌دهید شما را به عقد آقای یحیی با مهریه 14 سکه تمام بهار آزادی درآورم؟ بله. بزن دست خشم. آقا داماد عروس خانم هر دو عضو خانواده های مدافع حرم هستند. شرایط برایشون فراهم کرد که بتونن راحت ازدواج کنن، برن سر خونه زندگیاشون. دیگه منم خیلی خوشحالم، احساس خوبی دارم. آقا دامادم که خانواده‌اش در جمهوری اسلامی ایران سکونت نداشتن، دوستان ایرانیش پای کار آمدن و برایش آستین بالا زدند. خیلی خرسندیم، خیلی خوشحالیم که این مراسم برگزار شد و اینکه تونستیم یک کاری رو به عنوان یک ایرانی انجام بدیم و به این عزیز دلمون آقای یحیی اسفندری سر و سامونی دادیم. ازدواج آسان و بدون تشریفات این زوج افغانستانی و شروع زندگی که به یاد خاطره شهدا کلید خورد. ازدواج آسان و در کنار شهدا، که شالا شهدا کمکمون بکنه تو زندگی. آغاز خوبیه که با در کنار شهدا، با یاد شهدا زندگیامون رو آغاز کنیم و این باعث میشه اینجور مجالسی که خیلی ساده تر هست، بی‌ریاتر هست، نیت‌ها خیلی خالصانه تر هست، باعث برکت به کارهامون میده. این مراسم همزمان با آغاز دهه ولایت و با حضور خانواده های شهدا برگزار شد. دوست داشتم تو این جمع شرکت کنم و جزو خانواده‌شون باشم، جای خواهرشون باشم، جای خواهر داماد، جای خواهر عروس، و بتونم خدمتی کنم. اگر دستم برمی اومد براشون کادویی بگیرم و هدیه بدم خدمتشون. شادی حلال رو ما باید به جامعه الگو بدیم. ازدواج اگر مبتنی بر سیره اهل بیت علیهم السلام باشه، مبتنی بر سیره شهدا باشه، آرامش بخش. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما. خیلی متشکرم از توجه و همراهیتون با این مجموعه خبری. خدا نگهدار.